میشه که میخوایش بکنم این رو؟ نه. عرض کنم که خب ظاهرن که امدادهای غیبی به نزد آدمهای بی خدا هم میان. عرض کنم به حضورتون که ما در واقع یک منظومه ای داریم از خاطرات سیاسی که آغاز اون به خاطرات سیاسی دولت مردان دوره پهلوی برمیگرده در دهه 60 و در واقع فصل الخطاب اون چاپ خاطرات آقای عبدالله فردوست یا حسین شهبازی است و منده علت داره که این موضوع رو اینگونه عرض میکنم. و در کنار این مجموعه خاطرات من این رو فشار دادم که شما این رو هم ببینید، از 1369-70 تا 1376 سه خاطره خیلی مهم چاپ شده. یکی علاوه بر خاطرات فردوس، خاطرات آقای خلفالی هست که اونجا هستن و دیگری خاطرات آقای فلسفی هست. و به هر حال تمام این خاطرات به نوعی مسئله بهایی، مسئله مبارزه با بهاییان و مسئله در واقع به نظر من اونچه که باید گفت ستمی که بر بهاییان رفته رو به شیوهی مظلوم نمایانه مطرح میکنن و درباره قربانیان بهاییان به هر حال با شیوهی بهایی ستیزانه صحبت میکنن. و اینجا هست که من این یک فهرست موضوعی هستش که من چند ثانیه فقط در برابرتون قرار میدم، ولی شاید مهمترین موضوعاتی که من در اینجا بهش خواهم پرداخت یکی مسئله مهم بودن تاریخ شفاهی هست و جایگاه اون در فراروایت رسمی، مسئله دوران شناسی هست، مسئله این که برای نظام جمهوری اسلامی اگر نظامی باشه همونجوری که خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ نظام العلمای اصفهانی گفت که نظام بی نظام هر کافرم خواند، چراغ کذب را نبوت فروغی، مسلمان خوانمش زیرا که نبوت دروغی را جوابی جز دروغی. و در واقع اینجا یک چالش دوگانه هویتی وجود داره از درون که به نوعی اینها در خاطراتشون مشخص هست که حجتیه رو یک چالش میبینن برای روحانیت انقلابی خمینی مدار و در این حال از بیرون این بهاییان رو حتی مورد حمله قرار میدن و به وجود اومدن حجتیه رو هم تقصیر بهاییان میدونن در این خاطراتشون. بنابراین ما با یک نظام کنترل حافظه جمعی و روایت پردازی رسمی برخورد میکنیم که افرادی مثل روح الله حسینیان که از روحانیون انقلابی اطلاعاتی هست، عبدالله شهبازی که از توابین کمونیست هست و از کسانی که با وزارت اطلاعات به هر حال همکاری نزدیک داشته که آدمهای ایدئولوژیک انقلابی هستند، در کنار آقای علی دوانی که به شخصه باید گفت که من در حد یک روحانی سنتی تا اونجایی که میشه گفت یک وقایع نگار هست و به هر حال خدمات زیادی کرده که ما بشناسیم، فکر میکنم شخصیت خیلی مهمی هست و اینها در کنار هم جمع میشن و ماحصل کارشون در واقع چاپ خاطرات فلسفی هست در سال 1376 که البته در عمده این کار و گردآوری خاطرات در دورانی شد که آقای سید صادق زیارتی سنگسری معروف به سید حمید روحانی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بودن که البته عمده اسنادی که در اونجا هست اسناد ساواک هست و این در خاطرات مختلف افراد جمهوری اسلامی، دولت مردان جمهوری اسلامی هست که ایشون شدن رئیس مرکز اسناد ساواک که بهش میگفتن مرکز اسناد اسلامی. من عبور میکنم از این، به هر حال این رو هم اشاره بکنم و در واقع این موضوع رو من مطرح کردم در اینجا، ولی به هر حال یکی از مسائل خیلی مهمی که در مورد خاطرات فلسفی هست که در گزارشی که در مورد بهاییان و ستمی که بر اونها رفته مطرح شده در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر به خصوص خیلی تاکید شده روی خاطرات فلسفی و ای کاش اونها به بعضی خاطرات دیگه هم نگاه می‌کردند، ولی به هر حال هم در خاطرات فردوست، هم در خاطرات خلخالی، هم در خاطرات فلسفی که منظومه خاطره‌ای دهه 70 رو در واقع اشغال کردن، گفتمان بهایی ستیزانه در همشون وجود داره تا حدی که فردوست شهبازی در واقع ادعا میکنند که
سپهبد عیادی که بهایی بود، در واقع او بود که کنترل میکرد شاه رو. و بالاخره ما متوجه نمیشیم که کی شاه رو کنترل میکرد. آیا شاه از کمر به پایین تحت کنترل بود؟ آیا شاه به وسیله عیادی تحت کنترل بود؟ آیا شاه به خاطر ترسش از امریکایی ها تحت کنترل بود؟ من فکر میکنم، و این رو دوست دارم که در اون برنامه 20 و 30 حتما بگویند از طرف بنده، اونجاش رو سانسور نکنن، که به نظر من محمد رضا شاه پهلوی از جهتی یکی از مظلوم ترین شخصیت های تاریخ سیاسی معاصر ایران هست به خاطر این مسئله. حالا من در سوال جواب میتونم عرض بکنم خدمتتون چرا. و در خاطرات خلخالی یک نکته که خیلی جالب هست این هست که خلخالی ادعا میکنه که من به هویدا اصرار کردم که او به خاطر بهایی بودن محاکمه نمیشه، ولی در این حال خلخالی رو محکوم میکنه که تو چرا کمک کردی به این که در عکا مرکز بهاییان پرده براش بخرین و یه مقداری به بازسازیش کمک بکنین. و هویدا گفته بود که همه اینها به دستور شاه بود. و اینجا جالب هست که خلخالی به دفاع از شاه برمیخیزه و میگه شاه که بهایی نبود، این تو بودی که اینا رو همه رو خود. پس مشخص میشه که در اون زیرلایه، در ناخودآگاه روحانی شیعی انقلابی و به نظر من تروریستی که در خلخالی داشت، و فراموش نکنیم خلخالی همون کسی هستش که در جبهه ملی دوم زنان رو از زنان بیهجاب رو میخواست از کنگره جبهه ملی دوم بیرون بکنه، این چون این شخصیتی هست. و در واقع او در درون خودش هنوز اون طرز فکر روحانی سنتی رو داره که شاه، شاه شیعه مدافع شیعه جعفری اثنی‌عشری است. به هر تقدیر برگردیم به خاطرات فلسفی. خاطرات فلسفی در واقع ماحصل یک تلاشی هست که به نظر من آقای علی دوانی به عنوان کسی که خیلی نزدیک بهش بوده و روحانی سنتی بوده تلاش میکنن که بازسازی کنن، بازآفرینی کنن و تطهیر کنن فلسفی رو از یک روحانی سنتی به یک روحانی در واقع یک روحانی اسطوره پیشگام روحانیت انقلابی، و این از طریق اسطوره پردازی دگرستیزانه ای هست که علیه بهائیان به کار گرفته میشه و اسم کتاب رو هم میگذارن خاطرات و مبارزات فلسفی. حال به قول جناب آقای دکتر صدری که شما باید از زبان نگاه بکنید from the horse's mouth، در واقع اصل منبع بشنوید، ناگفته های حاج سید مهدی عراقی که کشته شد در واقع در اوائل دوره جمهوری اسلامی و در سال 57 پاییز 57 در پاریس ضبط شد، نشون میده که اونها باید فلسفی رو قانع میکردن که بیاد در مورد انقلاب سفید از خمینی و مخالفت خمینی با انقلاب سفید بعد از اینکه به حوزه علمی حمله کرده بودن از اونها دفاع بکنه از خمینی. و فلسفی به حاج مهدی عراقی و دوستانش که اومده بودن در خونش گفته بودش که شماها میخواهید که من فقط درباره حاج روح الله صحبت بکنم، حاج آقا روح الله صحبت بکنم. و بعد اینها ناچار میشن برن یک نامه ای که خودشون اعتراف میکنن که در او خمینی عملا مدح و ستایش کرده بوده فلسفی رو، که بیا و ارتش واعظینت رو به کار بگیر که در واقع این به اصطلاح اینا به حوزه حمله کردن و در واقع تو باید از هم حوزه ها دفاع بکنی. بنابراین و من دیگه یک چیزایی رو اشاره نمی کنم جز این که باستولید خاطرات البته برمیگرده به دوره مجله یاد که وسیله آقای مهادی خواه چاپ شده در بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، و ظاهراً ایشون و یکی از همراهانشون که چند وقت پیش به منچستر رفته بودن گفته بودن که آقای خلدی نمیتونن این تزشون درست انجام بدن مگر اینکه درست انجام بدن، که من امیدوارم حداقل تا اینجاش درست انجام شده باشه. و عرض کنم به حضورتون که و در اونجا قتل دکتر برجیس نقش آقای گل سرخی و آیت الله گل سرخی که آقای دکتر فریدون بهمن بهش پرداختن در کتابشون در واقع تمام اینها اشاره شده. و به نظر من دکتر برجیس یکی از آیکان‌های، یکی از نمادهای، سمبل‌های در واقع اوج بهایی ستیزی هست که به نظر من ما رو به اونجا میکشونه که باید ببینیم که هم جمهوری اسلامی چگونه میخواد بازشناسی بکنه، بازبینی بکنه دوران شناسی مبارزه ضد بهایی رو، و هم اینکه شاید خود ما به عنوان تاریخ پژوهان باید این رو خودمون هم بازشناسی
شناسی بکنیم، به خصوص با نگاه کردن به دیدار آقای دکتر سید شمس‌الدین جزایری و با که در حضور صدر اشراف و در قم در حضور آقای بروجردی صورت میگیره و در اونجا در ایشون نخست در دوره نخست وزیر مرحوم سپهبد رزمارا وزیر فرهنگ بودن. دکتر وهمن به نقل از دکتر توکلی، البته در کتابشون این ملاقات رو ذکر کردن، در مقاله دکتر توکلی در ایران نامه منتشر شد در 1380 در این مورد، فکر کنم اون مقاله هستش دیگه. و چیزی که هست اینه که داستان کامل این هست که آیت الله بروجردی، و این مهم هست که ما اینها رو به یاد بیاریم، این رو من میخوام از آقای حمید لاجوردی به خدماتشون یاد بکنم، برای اینکه دوره تاریخ شفاهی آقای لاجوردی این رو ضبط کردن از دکتر جزایری، و اون این هستش که آقای بروجردی میخواد آقای جزایری رو، آقای جزایری پسر یکی از علمای خیلی بزرگ هستن، از خانواده سادات جزایری هستن، و بهشون یک نامه ای نشون میده از یک شخصی که معلم بهایی بوده در جنوب ایران و آیت الله بروجردی رو دعوت کرده بوده به آیین بهایی، به دیانت بهایی، و بروجردی گفته بوده بفرمایید در دوره وزارت فرهنگ جناب عالی و نخست وزیری سپهبد رزمارا، و یه همچین اتفاقی داره میافته دیگه، ببینید وا مصیبت ها در واقع. و بسیار مهم هست که ما اگر میشه این قسمت ها رو با شفافیت مطرح کنیم، برای اینکه نمونه خاطرات جناب آقای دکتر صدری، گاهی اوقات ما واقعا یا سندی نداریم یا سند دست دیگران هست و از اون سند استفاده گزینشی میکنن، کما که در بسیاری از این خاطرات به صورت گزینشی هر چه که دوست داشتن چاپ کردن. و جالب اینجاست که من این رو عرض بکنم، این خاطرات یک موضوع اندام شناسی داره در واقع، و اون این هستش که شما اگر به انتهای اینها نگاه بکنید، گاهی اوقات کلمه حجتی هست، گاهی اوقات نیست، ولی به صورت سیستماتیک به جز یکی از این خاطرات که خاطرات خود فلسفی هست و بعد خاطرات آقای مهدوی کنی، کلمه بهایی ذکر نشده، یا کلماتی به نوعی شما باید برید مثلا به اسم کسانی که به بهایی بودن مشهور بودن نگاه بکنید، برای اینکه نگاه بکنید چه گفتگویی در مورد بهاییان شده. و ما یه همچین مشکلاتی رو توی نمونه های امروزین داریم، مثلا مصاحبه رادیو زمانه با جناب سیف‌زاده که از مدافعین حقوق بشر هستن، ایشون میگن وقتی که دادستان انقلاب بودن، ایشون هم از یه گفتمانی استفاده میکنن که متاسفانه مبهم هست و میتونه به بهایی ستیزی به طور غیر مستقیم کمک بکنه. مثلا گفتن که بله، مثلا اسنادی بوده که ساواک هم به حجتیه کمک میکرده هم به بهاییان کمک میکرده، و این اسناد با آقای خامنه‌ای، خب اون اسناد چی بوده که شما نشون دادید؟ و بعد ایشون بدتر کردن کارو، گفتن مهره هایی در ساواک و بهاییان بودن که در حجتیه و بهاییان بودن که با ساواک در ارتباط. خب مهره یک اصطلاحی هستش که معانی خاصی داره. شما وقتی به نظر من ما باید خیلی دقت بکنیم درباره شیوهی که صحبت میکنیم درباره مسئله بهاییان. و آقای بهنود مثلا فرمودن که بله، بهاییان دو شاخه شدن بعد از قضیه بابیان، و یه دهیشون ازری شدن یه دهیشون بهایی شدن، ازری ها رفتن زیر پوشش روسیه، بهاییان رفتن زیر پوشش انگلیس. و میدونید من از یک کسی مثل آقای بهنود اصلا انتظار ندارم یه همچین حرفی رو بزنن، منظور ایشون دقیقا چی هست. و به هر تقدیر من میگذرم از این مسائل و فقط میرم به سراغ مسئله بهایی. همچنین یکی از مسائلی بوده مبارزه با بهاییان، یکی از مسائلی بوده که ما آگاهی پیدا میکنیم از رابطه ای که در واقع شاه و آقای خمینی به صورت مستقیم با هم دیگه داشتن، چون به گفته آقای حائری یزدی، پسر بنیانگذار حوزه علمی قم، آقای خمینی وزیر امور خارجه آقای بروجردی بودن و با از طرف آقای بروجردی با شاه ملاقات میکنن. و به نظر من ما دوباره باید از خاطرات استفاده بکنیم به عنوان یک منبع بسیار مهمی که ما رو راهنمایی میکنه به اسناد وزارت دربار که هیچ کدومش چاپ نشده در این مورد. حتما بالاخره یه جایی آقای هیرادی کسی یادداشت کردن که این آقا اومده ملاقات کرده، غیر ممکنه که نبوده باشه، و روزنامه ها اینها رو کراس رفرنس بکنیم، مقایسه بکنیم و بررسی بکنیم، برای اینکه آقای خمینی بر اساس خاطرات آقای خلخالی و خاطرات آقای طاهری خرم‌آبادی حداقل دو بار دیگه با محمد رضا شاه پهلوی ملاقات کرده بوده درباره مسائل مختلف. و به هر حال این مسئله بهایی ستیزی گاهی اوقات پرده برمی‌داره از جنبه‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی برای مثال حاضر نبود چیزی منتشر بشه تا سال 1376-77 درباره اینکه امام با شاه ملاقات کرده.
بله من 10 دقیقه بیشتر از وقتم 5 دقیقه نه از آقای جبایی رو در نمیارم در اینجا، بنده خیلی کوچکتر از این حرف هستم. عرض کنم به حضورتون که چون 5 دقیقه باقی مونده، من به یک نمونه ای از گفتمان تاریخی دیگر انگارانه و دیگر ستیزانه اشاره بکنم که این در خاطرات شیخ مصطفی رهنما که داییاش از خانواده واحدی بودن که همه از یاران نواب صفوی بودن و از فدایان اسلام بودن، یاد میکنم که وقتی من پشت این رو دفتر ادبیات انقلاب اسلامی سوره مهر که بخشی از سازمان تبلیغات اسلامی هست و حدس بزنید که این سازمان در کجا هست محلش امروز در تهران؟ حضرت القدس. بله ایشون وقتی که من پشت این کتاب رو دیدم، دیدم که شبها عده‌ای را مأمور می‌کردند که می‌ریختند و حمله می‌کردند به خوابگاه زندانیان و می‌زدند و می‌کوبیدند و قهقهه‌ای مستانه سر می‌دادند و سرمست از پیروزی می‌رفتند و خلاصه کارهای دیگری می‌کردند. و بعد نوشته که سروان وحدت حتی از جیره زندانیان نمی‌گذشت. من ببین سروان وحدت نگاه کردم تو این کتاب و بعد دیدم که چنین نوشته درباره سروان: آنجا ما را تحویل سروان وحدت دادند که معروف بود از بهایی‌هاست و از مسلمان جماعت کینه خاصی به دل دارد. و ببینید این کتاب یک کتاب خیلی کوچکی هست و این کتاب ها مثلا با توجه به آماری که وجود داره و میزان کتاب هایی که وزارت ارشاد برای مساجد، پایگاه های بسیج خریداری میکنه و این کتاب ها رو میفرسته، این کتاب ها برای مصرف بنده و شما نیست. بنده که محدور و دم هست و اونهای دیگه هم که حوصله ندارن اینجور چیزها رو بخونن، اون بسیجی، اون کسی که مسجد برو هست و اینها هستن که این کار رو میخونن. و خب طبیعتاً یه همچین کتاب خلاصه و منجزی که درش چندین اشاره ضد بهایی وجود داره بسیار مصرف محل استفاده قرار میگیره. مثلا ایشون اشاره دیگه به صفحه بود خسروانی کردن و این یکی از بی‌نظیرترین ادعاهای ضد بهایی هست که من در خاطرات سیاسی دیدم و این اثر در نوع خودش یگانه است، چرا که ایشون میگن که در واقع 15 خرداد بهایی ها در کشتار مردم نقش اساسی داشتن. من هرگز چنین چیزی رو نشنیده بودم. مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی برای من نقل کرد که در نزدیکی بیت المقدس محلی وجود دارد که گروهک زاله بهایی ها در آنجا متمرکز هستند و آنجا علیه مردم فلسطین و به نفع انگلیسی ها و صهیونیست ها اقدام می کنند. آنها در حمله به مدرسه فیضیه در قم در دوم فروردین 42 هم با رژیم فرقکاری داشتند. بهایی‌ها در لباس دهقان و کشاورز به عنوان اینکه کشاورزان دارند علیه روحانیت به قول خودشان آخوندهای مرتجع تظاهرات می‌کنند در آمدند. فرمانده اینها سرهنگ مولوی بود که در همان وقت رئیس ساواک تهران بود. بهایی‌ها را آورده بود قم و به همراه ماموران و افراد لباس شخصی ریختند توی مدرسه فیضیه با وسایل مختلف مانند چوب و باتوم و چاقو به طلاب و عزاداران که مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در مدرسه فیضی تجمع کرده بودن حمله کرد. و چندین مسئله دیگه. من چون وقتم رو به اتمام هست دیگه، آقای پسندیده البته از خانواده خسروانی صحبت میکنن، هیچ چیزی درباره بهایی بودنشون نمیگن، ولی ما از نظر تاریخی میدونیم که چقدر روابط آقای پسندیده بد بوده با آقای خمینی. به هر حال یکی از مهمترین چیزهایی که من حتما قبل از اینکه تموم بکنم باید بگم این هستش که تکنیک تکرار و تکنیک بازتولید آثار تاریخی که دائم ارجاع بدن به این آثار در مورد بهایی ستیزی هر جایی که در مورد جمهوری اسلامی نهادهایی به اصطلاح تاریخ پژوهیش که در واقع نهادهایی هستن که کنترل میشن به وسیله مجموعه‌ای از وزارت اطلاعات و رهبری، اینها تکنیک تکرار غیر نقادانه پیام دگرستیز درشون وجود داره. در کتابی در مورد اسدالله علم منتشر کردن این هست، در کتاب ساواکشون هست، در چندین کتاب هست و در کتاب افراد به اصطلاح علامهشون مثل آقای رسول جعفریان هست. و بسیار مشخص هستش که خاطرات سیاسی اون دوره و به خصوص تاریخ شفاهی حوزه علمی قم یکی از مسائلی هست که از طریق اون دائم این پیام بهایی ستیزانه رو در واقع تقویت میکنن در نزد عرض کنم به حضورتون کسانی که طرفدارشون هستند. خدا رو شکر که ما به این پایانش رسیدیم، خدایی که معلوم نیست وجود داشته باشه. عرض کنم به حضورتون که پژوهش خاطرات و تاریخ شفاهی به طور جامع گویای وجود و غلبه گفتمان دیگر انگار هم در نزد روحانیون و هم در نزد بخشی از دولت مردان عصر پهلوی هست.
و پژوهش خاطرات و تاریخ شفاهی به نظر من آشکار کننده یک تلاش سازمان یافته است، ولی اونها نمیگن که این تلاش چقدر سازمان یافته بوده بر علیه بهائیان، و این از تقریبا 12 سال 13 سال پیش از نهضت آقای خمینی بر علیه انقلاب سفید آغاز شده، و به هر حال اونها با این در واقع چرا ما اینجا این پدید در واقع با یک مشکلی برخورد میکنیم که حالا این نشون نمیده، این هست که چارلز تیلر فیلسوف کانادایی میگه denial of recognition is a form of oppression، و علت این که در این نمایه این کتاب ها کلمه بهایی ذکر نشده این هستش که از یک جهت اینها میخوان بگن که این بهایی ها واقعا چیزی نیستن که ما ذکرشون بکنیم، ولی در خود اصل پیام چندین صفحه در مورد بهاییان و مبارزه بر ضد بهاییان گفته شده. به هر حال نظام نهادهای انقلابی تاریخ پژوه جمهوری اسلامی در صدد هست که در این اینکه روایتش رو از انقلاب و اونچه که منجر به انقلاب شد یک دست بکنه، نشون بده که این بهایی ستیزی یکی از مهمترین نهله‌هایی بود که به خاطر اینکه ما آخوندها روحانیون فهمیدیم که این بهاییان عامل بیگانه هستند، نهایتاً تلاشمون بر علیه اینها متوقف شد توسط حکومت پهلوی، و به خاطر بهاییان ما کتک خوردیم. آقای مهدوی کنی چون این اصراری دارن در خاطراتشون در اردستان چون این اتفاقی افتاد و مظلوم واقع شدیم، و این مظلومیت ها بود که این بهایی ها در واقع عاملش بودند و باعث شدن که نهایتاً منجر به اون انفجار آتش فشانی نسبت آقای خمینی بشه، و این مبارزه ضد بهایی یک بخش خیلی مهمی از گفتمان مشروعیت تاریخی هست که اینها به نسبت آقای خمینی میدن. و من در اینجا باید یادآوری بکنم که یک رابطه مستقیم وجود داره بین اینکه بهائیان عامل بیگانه هستند، حکومت پهلوی هم عامل بیگانه است، و یک تقویت متقابل بین این دو وجود داره. ولی اینکه بهائیان کیستند واقعا، آیینشون چیست، چه می‌کردند، جز اینکه مثلا ریختن یک پیرزنی رو مثلا کشتن با بچه‌هاش و بعد هیچ اسنادی از شهربانی به طور کامل اصل پرونده قضایی و اینکه چی شده، و اینکه برای مثال در بعضی موارد کسانی که مرتکب قتل شدن همشون تبرئه شدن، حتی اون موضوع هم ذکر نشده، برای اینکه حکومت پهلوی باید کماکان بد نشون داده بشه. حتی قوه قضاییه‌ای که به هر حال، حالا من نمیگم که لزوماً مستقل بود یا مستقل نبود، ولی به هر حال تحت تاثیر اون طرز فکر شیعی و تحت تاثیر اون فشاری که از افکار اون بهش میومد، احتمالاً ترجیح میدادش که خیلی‌ها رو تبرئه بکنه از قتل بهائیان و مورد پیگرد قرارشون نده. و یک بررسی قضایی هم میتونه بشه در این مورد، و نظام خاطرات تاریخی و تاریخ شفاهی به نظر من باید بیشتر روش پرداخته بشه، و اون سرنخ‌های تاریخی رو ما باید در واقع درش ببینیم، چرا که به نظر من مبارزه ضد بهایی یکی از پیشترآمدهای مخاطره انگیزی بوده در هر صورت، اگر نه پیوستگی کامل داشته که منجر میشه به این نهضت ضد انقلاب سفید آیت الله خمینی. بنده بسیار از بردباری شما سپاسگزارم.